اولین کاری که میکنیم بعد از نقشه ریزی جای قوطیامون اینه که باید علامت گذاری بکنیم که هر قوطی چقدر نیاز به کندن داره و باکس جعبه مینیاتوریمون ابعادش چقدره، باکس جعبه مینیاتوریمون ابعادش چقدره و چقدر نیاز به کندن داره. عمقشو در نظر میگیریم و طول و عرضشو روی دیوار در نظر میگیریم، بعد اقدام به کنده‌کاری ها میکنیم. همینطور قوطی های کلیدمون، جاهایی که دوبل هستش قوطی ها، جاشو دوبل میذاریم و روی دیوار علامتشو میکشیم با اسپره رنگ که کارو بدونیم که از کجا میخوایم شروع کنیم و به کجا تموم میشه. وقتی شما نقشه ها رو بکشین بعد میدونین که کارتون کجاش مونده، کجا کنده نشده. امکان داره که اگر بخواین حفظی کار رو پیش ببرین یه جاهایی فراموش بکنین. پس یادداشت کردن و کشیدن خطا خیلی مهمه. بریم انجامش بدیم. خب دوستان، ما جای جمعیتوری اینجا در نظر گرفتیم. اینجا هنوز سقفش به طور کامل زده نشده، ولی خب سقف پوشیده میشه. نور آفتاب و گرم و سرما اونقدی اینجا نیستش. مهمتر از همه هم بارندگی. پس ما جمعیتوریمون اینجا میذاریم. اول ویدیو من گفته بودم که به خاطر اینکه به برق اصلیمون نزدیکه و ما الان چون این برق اصلی بدون لوله از توی دل بوتون رد شده نمیتونیم جاشو تغییر بدیم، برای همین باید تجهیزات دیگه‌مون رو بیاریم برسونیم به برق اصلی و دست و بالمون توی این قسمت بسته هستش. بعد از اینکه علامتامون رو زدیم شروع میکنیم به کندکاری ساختمون تا به حدی که لوله هامون و قوطی هامون داخلش جا بشه. حتما وقتی که کندکاری میکنین قوطی ها رو داخل دیوار بذارین. ببینین بعد از اتمام کار قوطی از دیوار بیرون میزنه یا نه. اگرم داخل خواست بمونه پشتش رو حالا با گچ یا سیمان پر کنید که سعی کنین قوطی با لب به لب دیوار میزون بشه که نه زیاد داخل بمونه که پایه های کلیدا و پیریزا نتونه قوطی رو بگیره، نه زیاد بزنی بیرون که شما بخواین دیواره قوطی رو ببرین و یه خورده ضعیفش بکنین. پس این خیلی مهمه. و بعد از اون که قوطیاتون فیکس شد جای لولهاتون هم خود به خود میتونین باهاش میزون بکنین. ببینین جای قوطی ها، توی قوطی ها یه مقدار جای لوله عقبتر هستش. شما سعی کنید تو طول کار لولتون همینقدر که از لبه قوطی داخل تر هستش، تو طول کارم از سطح دیوارتون همین یک سانتو فاصله داشته باشین. با خاطر اینکه وقتی لوله به سطح کار نزدیک میشه، بعد که حالا گچ میشه یا سیمان میشه دیوار، امکان داره که مسیر لوله‌ای که شما گذاشتین ترک بخوره. برای همین وقتی داخل تر باشه اون قسمت زخامت سیمان یا گچ بیشتر میشه و دیگه ترک نمیخوره. برای ارتفاع کلیدای بالا دست، تمام قوطیایی که تو ارتفاع بالا میخوان قرار بگیرن، شما ارتفاع از کف رو بین 1.10 تا 1.20 در نظر میگیرید. از کف تمام شده. ببین شما داخل ساختمانی که میرید میخواد کار انجام بشه 100% اون کف تمام شده شما نیستش و کف تمام شده حالا یا 10 سانت، 15 سانت، 20 سانت بنا به کاری که میخواد انجام بشه، لوله کشی ها اینا میخواد بیاد بالا. حالا اینجایی که ما الان میخوایم کار کنیم تقریبا 10 سانت کف میخواد بیاد بالا. یعنی اگر من میخوام قوطیمو تو ارتفاع 1.10 بذارم باید 1.20 متر فاصله بگیرم اگر کف صاف هستش. اگر کف صاف نیست سعی کنید با یه چارچوب در یکی از قوطی‌ها رو در نظر بگیرید جاشو و بقیه رو با تراز لیزری با هم دیگه هماهنگ کنید. یعنی اون یه دونه قوطی که کار گذاشتین و علامت زدین رو بکنین اوستا کار خودتون، بقیه قوطی‌ها رو با اون میزون کنید. اگر تراز لیزری می‌خواید بندازین خط ترازتون رو با اون علامت قوطی اولتون در نظر بگیرید و ارتفاع قوطی تا
پایین دست ها مثل پریز تلفن، پریز برق، پریز آنتن، اینا هم همه بین 40 تا 50 سانت میتونه باشه از کف تموم شده. باز اونم مثل همین، شما اگر کف تمام نشده باید در نظر بگیرید که چقدر میخواد کف بیاد بالاتر و تراز لیزری رو باز مثل همون قوطی اول که بهتون گفتم در نظر بگیرید. تو این ساختمون چون کف صاف هستش و موزاییک شده قبلا و کف تمام شده میخواد روی این کف اجرا بشه، من میتونم همه این کف ها رو با متر زدن اندازه گیری کنم و در نظر دارم که چون 10 سانت میخواد بیاد بالا 1 متر و 20 علامت بزنم و بعد از اینکه 10 سانت اومد بالا روی 1 متر و 10 قرار میگیره. خب زیر قوطی رو روی 1 متر و 20 قرار میدم و علامت هم میزنم و کندکاری رو شروع میکنم. اول کندکاری قوطی ها انجام میشه، بعد از کار گذاشتن قوطی ها کندکاری قسمت لوله هاشون، چون ما باید اول قوطی کار گذاشته بشه تا بدونیم که چقدر عرض لازم داریم برای کندکاری. بعضی جاها امکان داره که شما بخواید اندازه یه لوله بکنین، بعضی جاها به اندازه دوتا، برای همین بهتره که اول قوطیاتون رو بذارین بعد برای کندکاری لولش اقدام بکنید. خب دوستان، ما یه سری تغییرات داشتیم، از جمله این که جعبه مینیاتوری از توی قسمت حیات سرپوشیده منتقل شد به داخل و نزدیک درم جا نداشتیم به خاطر مسیر برق اصلی که قرار بود بره بالا، از این بالا بیاد. همونطور که میبینید اینجا کندکاری که میبینید برای ورود برق اصلیه و اینجا یه دونه جعبه مینیاتوری قرار میگیره. انتخاب اینا هم به بابت نظر مالک بود که خواست اینجا باشه، هم اینکه برق اصلی مسیرش چطور باشه. جای جعبه مینیاتوری پس قرار شد اینجا باشه. انشابیه که اومده برای پریز، من میدونم که تا اونجایی که میشه نباید مورب کار کرد، ولی خب شرایط اینجوری ایجاب کرده و ما راه دیگه ای نداشتیم و این مسیرم رفته بالا که از پشت سقف کاذب هدایت بشه به بیرون برای مسیر کابل آنتنمون، که اینجا ما یه دونه پریز برق داشته باشیم و یه دونه پریز آنتن. دم در ورودی هم اینجوری نصب میدی. دم در ورودی هم این کلید دو روشنایی این اتاق میشه، این که مسیر پایینه برقی که میاد کلید رو تغذیه میکنه و مسیر بالا هم از کلید میره به سمت روشنایی سقفی. حالا هنوز تصمیم گرفته نشده که روشنایی از چه نوع باشه، هالوژن باشه یا روشنایی وسط باشه، ولی خب ما بعد تا بالا تا سقف میبریم. و اما یه دونه پریز برق هم توی این زیر گذاشتیم و یه دونه هم پریز داخل این زل دیوار، اینم قوطی جای کلید کولر میشه که برق این هنوز کندکاریش انجام نشده. اینجا هم یه شیار زده میشه میره بالا که کانال کولر هم همینجا قرار بیفته. ما باید همیشه سعی کنیم که کلید کولرمون هم تو دسترس باشه هم نزدیک به کانال کولر باشه. چرا نزدیک به کانال کولر باشه؟ چون برای رد شدن کابلش مسیر مستقیم باشه. کابل کولر چون 4 رشته یا 5 رشته هستن یه خورده به سختی زانویا رو رد میکنه. تا اونجایی که ممکنه ما باید جای قوطی کلید کولرمون رو جوری طراحی کنیم، جایی طراحی کنیم که زانویی نخوره بهش، تا اونجایی که میشه. خب ما الان کندکاریامون رو انجام دادیم، رسیدیم به مرحله قوطی گذاری و لوله گذاری. تو ویدیوهای دیگه هم هستش، من لینکش رو میذارم، توی ساختمانهای دیگه توضیح دادم، میتونید اون ویدیوها رو هم ببینید که اگر اینجا نکته ای از قلم افتاده اونا رو مشاهده کنید و سوالاتون برطرف بشه. شروع میکنیم، اول قوطی ها رو کار میذاریم، بعد از قوطی ها که یه مقدار محکم شدن شروع میکنیم به لوله گذاری. خب بریم که انجامش بدیم.